بر شما بینندگان، هموطنان گرامی، دوستان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. روز دوشنبه، چهارشنبه است، ببخشید، 18 از ماه می، در روزهای چهارشنبه مدت 1 ساعت خدمت شما هست. در چند سال گذشته در واقع سخن رو ابتدا با غزلی از حافظ شروع می کردیم. دوستان خواستن که چیز کوتاه از سعدی بخوانیم که بسیار زیباست. یک داستان کوتاه برایتان می خوانم. اینجا داستان نسلی به نسل دیگر منتقل شدن و نگاه پدر به پسر و برعکس، و نگاه پسر به پدر چگونه است. در برنامه گذشته سخن از آبگینه حلب بود. آبگینه به معنای شیشه است. من اشتباه گفتم آینه، بعد در بابش فکر کردم، بلافاصله بعد از برنامه دیدم جور نیست. آبگینه در واقع شیشه است، یک نوع سنگ هم هست، سنگ چخماق میگوین که اینو ذوب میکردم، سیلیسیوم هست در واقع بیشتر، و شیشه میساخت. داستانهای شیرینی هست و از اوقات که بعضی این لغات در آنها هست. میگوین آقا محمد خان قاجار در محاصره شهر شوشی که اون شیشه باشد، اونجا این حاکم شیشه، شهر شیشه یا شوشی، مقاومت میکرد. آقا محمد خان، عرض کنم، این شعر عرفی رو داد نوشتن و بستن به تیر و پرتاب کردن در داخل، از روی بارو داخل شهر، خطاب به حاکم که از میگوید زمنجنی به فلک سنگ فتنه می بارد. تو ابلهانه گرفتی به آبگینه حصار. این شعر عرفیست، یعنی سنگ از آسمان میاد، تو پنهان شدی پشت برج یا دیوار شیشه ای. حاکم هم که گویا اهل ذوق بوده، یک نامه می نویسد آقا محمد خان، البته این داستان را ساختن، من فکر نمی کنم واقع داشته باشه، که در جواب که گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. البته شیشه در بغل سنگ نگه نداشتن و آقا احمد شهر شوشی را گرفت. بگذاریم، اینجا اشاره است به آدمهایی که سعی میکنن ثروتی جمع بکنن و خرج پسر بکنن. و پسر که آرزومند مرگ پدر است که این پدر بمیره، این ثروت رو با دوستان بخورند و حال کنند و یه چند پوشی هم به اون پدر بدن که چرا کم گذاشت این فلان ابن فلان. بله، روزگار همیشه همطور بوده. خب میگوید مهمان پیری شدم در دیاربکر، از کنم که در ترکیه امروزین است، که مال فراوان داشت و فرزندی خوب روی. بابه شبی حکایت کرد مرا، به عمر خیش به جز این فرزند نبوده است. شبی حکایت کرد مرا، به عمر خیش به جز این فرزند نبوده است. بله، یه که اینجا هست شده. من تعجب میکنم از مرحوم فروغی که خب مرد فاضلی بود، هم بسیاری موارد در این تصحیح درست رو گذاشته زیر نویس، خطا رو گذاشته در من. مثلا فرض کنید که سعدی میفرماید که به دست آهن تفته کردم خمیر، و از دست و سینه پیش امیر. فروغی
آمده و در نسخه دیده است که آهک نوشته و آهک رو گذاشته در مد. به دست آهک تفته کردن خمیر، یادم یاد کسانی می ساخت که از کنم که نوره می ساختن این حرفا، یعنی متانت و رزانت شعر رو خراب کرد این آهک. فروغی چون فلسفه خونده بود و از می شود که خیلی منطقی بود، به اون شاگرد ارسطو می گفتن منطق رو زیاده از حد وارد داستان کرده و استنتاج کرده است که چون آهک راحت تره و آهن غیر ممکنه، بنابراین آهک، در حالی که مقصود شاعر این نیست، زیبایی شعر به اقراهاش است. بله، به دست آهن تفته کردن خمید و از دست و سیم پیش همید. از اینجور ارز کنم که کارها بسیار هست. باره اینجا کرم هست کرده باستی باشد شبیه حکایت کرد مرا که به عمر خیش به جز این فرزند نبوده است. درختی در این وادی زیارتگاه است که مردمان به حاجت خواستن اونجا روند. برای سعدی حکایت میکنه این پیرمرد، میگه من به همه عمرم جز این پسر رو ندارم، یه درختی هست اینجا مثل زیارتگاه است که هر کسی هر حاجتی میخواست میرود و پای این درخت. شبهای دراز در اون پای درخت بر حق بنالیدم تا مرا این فرزند بخشیده است. شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همی گفتی چه بودی گر من اون درخت بدانستمی، کجاست تا دعا کردمی و پدر بمردی. این با این لطافت بیچاره پیرمرد میگه با این درخت رو رفتم دعا کردم، دعا مستجاب شد، خداوند این پسر رو به ما داد. پسره که شنیده بود و میدونست، این حکایت رو بارها شنیده بود، پدرش برای دیگر رو میگوید ای خدا من میدونستم این درخت کجاست، میرفتم دعا میکردم تا این میمرد، تا این خونه بیورلی هیلز رو عرض میکنم که اون عرض کرد که اون بنزای دم در رو روز رویسا و اون پولای نقد رو میکشیدن بالا، چه عشق حالی بود، نفیگه نمیمیده. بله در این خیال بود. پسر میگوید که شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همی گفت چه بودی گر من اون درخت بدانستمی، کجاست تا دعا کردمی و پدر بمردی. خواجه شادی کنان که پسرم عاقل است و پسر طعنه زنان که پدرم فرتوت. اینجا است از عبارت دوم به قرینه حذف شده، یه تکرار نمیشه که بگه پسرم عاقل است و پسر طعنه زنان که پدرم فرتوت است، اینجا بگن حذف به قرینه. خب بعد سعدی اینجا از گنجینه حکمت خود دو بیت آورده، سالها بر تو بگذرد که گذار نکنی سوی تربت پدرت. سالها میگذره که پدرت مرده، یک سری نرفتی و گور او رو ببینی و بگویی پدر برای من زحمت کشیدی، خدا تو را رحمت کنا نبدا. سالها بر تو بگذرد که گذار نکنی سوی تربت پدرت. تو به جای پدر چه کردی خیر؟ به جای یعنی در حق. تو به جای پدر چه کردی خیر تا همون چشم داری از پسرت؟ میگوید که بابا جان یادت میاد تو هم یه پدری داشتی برات خیلی زحمت کشید وقتی مرد، یه بارم نرفتی سر گور، حالا چه انتظار داری که بچه برای تو چه بکنه؟ این قصه روزگار همچنین است، نسل بعد نسل و قابل مورد توجه هموطنان عزیز پول دوست. ببخشید این قرص فشار خون که میخورم خشکی دهان وارد میشود. خیلی خوب،
از این بگذاریم. خدمتتون عرض کنم که آقای مهندس حشمت الله طبرزدی رو شنیدم باز دستگیر کرد. حافظ میگوید بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. اینجا بایستی گفت ظلم شیخ و ملا صبح هست و شام هست. چه میزان میخواهید این مرد رو بگیرید و زندانی کنید؟ همه عمرش که در زندان گذشت. و من فکر میکنم هموطنان ما پشتیبانی بکنن خانواده مرد شجاع رو. بسیار دلیر است توجه. ما مرد دلیر کم داریم. مشکل ما کمبود روشن فکران و تحصیل کردگان نیست، ماشاءالله هزار هزار داریم. غیرت کجاست؟ یک گرم غیرت نیست که نمانده. یک آدم دلیری پیدا شده زندانش میکنن با شش فرزند و بعد آزادش میکنن، نرسیده بیرون شروع میکنن به فریاد عدالت خواهی، باز او رو میگیرن و زندان میکنن. و من از قدرت روحی و دلاوری طبرزدی متحیرم. درود بر او، درود بر او. خب اجازه بدید که ما امروز از کتاب مستطاب مقدمه ابن خلدون برای شما مطالبی بخوانیم، ببینیم که چرا و چگونه ما گرفتار وحشی ها می شدیم دائم. این آریایی ها که اجداد ما باشن، آقا از حوالی هندوکش، حالا که مورخین می گوید جدا شدن، گروهی به هند رفتن، گروهی به ایران آمدن. آمدن فلات خشکی دیدن اینجا، ولی خوششان آمد. با یک تکنیک معجزه آسا آمدن، با شاغول آمدند و گونیا، و دیدن آب نیست، چاهای افقی خودکار ابداع کردن. قنات فقط در ایران هست، نمیدونم جا دیگه قنات بشه، و مدنیت بنیاد کردن، مدنیت بزرگ. متاسفانه ما در همسایگی وحشی ها بودیم، ملل وحشی. به وضوع ابن خلدون میگوید وحشی، حالا کسی میگوید آقا وحشی خیلی لغت تندیست، این نقل قول میکنم از ابن خلدون. آسیای مرکزی های بیابانی که هیچی نداشتن و ارزه این که مثلا کشتکاری هم بکنن اینا نبود، اما دوزی راه دوزی باز بود، دائم کارشون قارتگری بود. از قارقال پاقا بگیرید تا خلخی ها و عرض می شود که قضا و اینا، سلجوق ها و اینا، کارشون دوزی بود. از این سو عرض کنم که اعراب بادیه رو داشتیم که اینها گاهی دستبردی می زدن، اما ساسانیان اونا رو ادب میکردن تا اینکه دولت ساسانی به ضعف رفت و آیین اسلام آمد اینها رو در راه دزدی مدیریت کرد. خدا خودش فرمود من هم در دزدی شریکم، یه پنجمش مال من. حالا خب ببینید چه جور خداییه که در دزدی شریکه، یه پنجمش مال من. از کی میدوزی؟ خدا، از بندگان خودت. اموال چه کسانی رو؟ اموال مردم بیچاره که در زحمت میکشن که این عده بدوزن به یه پنجمش مال اونه. هر که فکر میکند این سخن خطاست، مراجعه کند، آقا مراجعه کند به قرآن. اون دوست عزیز و فرقیقه ما در قوم توجه کند، هر شبت که حالا، ولی خدا چون نمیخواد میده به پیغمبرش. بله، اینها آخوندها
آخونده شیعه، چون تئوری اسلام رو بالکل تغییر دادن، امام خدایی از این شیعه گری، یعنی امام جای خدا نشسته، میگویند که همه جهان مال امامه. امام کی؟ امام زمان. امام زمان کجاست؟ پیدا کن پرتغال فروشه. این مملکت ایران متعلق به کیه؟ مال امام زمانه. ما کی هستیم؟ ما جانشین امام زمانیم و ما باید بخوریم و بپشیم تا امام زمان پیداش بشه. هیچ کس مثل این آخونده نمیدونی که این داستان دروغه. باری گرفتار شدیم بین این دو گروه و ابن خلدون تحلیل میکند. عبدالرحمن ابن خلدون یک نابغه تمام عیار است. او کسی است که قرنها پیش از هگل فلسفه تاریخ رو دریافته، قرنها پیش از آگوست کن جامعه شناسی رو، جامعه شناسی علمی رو به میان آورده و امروز هم اهمیت خودش از دست نداده. شما وارد هر دانشگاه مهمی بشوید، هر دانشگاه مهمی رو وارد بشوید، میبینید که فضلای اونجا در دیار مغرب زمین ابن خلدون رو بسیار احترام میکنن. خب اینجا میگوید فصل 21 درباره این که هرگاه ملتی وحشی باشد کشور او پهناورتر خواهد شد. عذر میخوام، درستم میگه. چنگیز خان بزرگترین امپراتوری رو به وجود آورد از طریق وحشیگری، آدم کشی. بزرگترین امپراتور جهان پیش از عصر جدید امپراتوری مغول‌ها بود. 30 میلیون کیلومتر مربع زمین های دیگران رو گرفتن. ابن خلدون کی میزیست؟ در روزگار معاصر حافظ بود، معاصر تیمور لنگ بود. داستان زندگیش هم خیلی طولانی است. اهل تونس بود، اجدادش هم اهل اسپانیا بودن. بیوگرافیش خیلی بلنده، وقت هم نداریم، فقط اشاره میکنیم به اینکه این مرد بی نظیر بوده در تاریخ نویسی و نگرش به ظهور و سقوط مدنیت ها. میگوید زیرا چنان که یاد کردیم اقوام وحشی به علت قدرت در جنگاوری خشونت با ملل دیگر در تسخیر و بند ساختن توایف تواناترند و گذشته از این با ملت ها و اقوام دیگر مانند حیوانات درنده نسبت به دیگر جانوران بیزبان رفتار می کنند. مانند عرب ها و دیگر اقوامی که نظیر آنانند، چون ترکمن ها. و نیز این گونه توایف وطنی ندارند که از ناز و نعمت آن برخوردار شوند و منصوب به شهر خاصی نیستند که بدون دل بسته باشند. وطن معنی نمیده دیگه، ریگ روان که وطن نمیشه که. از این رو همه نواحی و اقطار گوناگون در نظر ایشان یکسان است و همین سبب به فرمان روایی بر کشورها و شهرهای نزدیک نواحی خود اکتفا نمی کنند و در حدود افق خیش متوقف نمی شوند، بلکه به اقلیم های دوردست هم می تازند. آتیلا از همونا بود دیگه. این آتیلا چیزی نمونده بود روم رو بگیره و یک اعجازی شد. اینجا آتیلا وارد روم نشد و مدنیت رو خراب نکرد، چون کار اینا خرابکاری بود. ساختمان نفرت داشتن از قصر و ساختمان، خراب میکرد. آدم کشی کار اینا بود، آسیای مرکزی ها. باری میگوید که اکتفا نمی کردن که حالا همسایگان خودشون رو تسخیر کنن، می تاختن. برلیم های دوردست هم می تازن و بر ملت های گوناگون و دور از زادگاه خیش قلمه می یابند، چنان که می توان در این باره گفتار عمر رضی الله را گواه شمرد که میگویند وقتی مردم با او بیعت کردند و آنون را به تصرف عراق برمی انگیخت،
گفت سرزمین حجاز نباید خانه و مسکن شما باشد. در اینجا شما تنها می توانید گیاه و خوراک شتران خود را بجویید و فقط برای این منظور در این سرزمین تاب بیاورید. کجا هستند مهاجرانی که از میهن خیش کوچ کرده و از وعدگاه خدای مکه دوری گزیدند؟ بروید به سرزمین هایی را که خدا در کتاب خود وعده فرمود شما را وارث آن کند به چنگ آورید. خدا گفت تا آن را، یعنی دین حق بر حق اسلام، بر همه دین ها غالب گرداند، اگرچه مشرکان کراهت دارند. بعد ابن خلدون اضافه می کنند و این موضوع را در حالت عرب های قدیم نیز می توان در نظر گرفت، مانند توابعه و حمیر که چگونه از یمن یک بار به مغرب می شتافتند و بار دیگر به عراق و هند. توضیح داده در باب انتقال سلطنت ها و پادشاهی ها. عرض می کنم که اینجا یه بخشی داره که خیلی 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 جالبه و من برای شما میخوانم که هرگاه ملتی مغلوب گردد و در زیر تسلط دیگران واقع شود، به سرعت رو به نیستی و انقراض خواهد رفت. اجازه بفرمایید که از امیر تلفن پشتیبانی 818-345-06 07 سپاسگزاریم. با درود مجدد بر شما دوستان گرامی از کتاب مقدمه ابن خلدون برای شما میخوانم که هرگاه ملتی مغلوب و زیر دست شود، رو به انقراض می‌گذارد. میگوید زیرا و خدا داناتر است، هرگاه کاخ فرمان روایی ملتی واژگون گردد، به سرنوشت بندگی دچار شوند و همچون ابزار بیگانگان قرار گیرند و به آنان متکی شوند. بعد گیومه آرزوی آنان کوتاه و سست می شود، در صورتی که توالد و تناسل و آبادانی در پرتو حصول امید و آرزو نتایجی است که از آن به بار می آید، از قبیل نشاط و جنبش قوای حیوانی، و از این رو هرگاه در نتیجه سستی و زبونی نومیدی بر قومی چیره شود و صفات و عاداتی که از امید سرچشمه می گیرد از انسان رخت بربندد و عصبیت هم به علت غلبه خصم از میان برود، اینجا عصبیت ولی به معنی دشمنی است، اینجا به معنای غیرت است، غیرت و حمیت، و عصبیت هم به علت غلبه خصم از میان برود، پیداست که عمران و اجتماع چنین ملتی نقصان خواهد یا و پیشه ها و کسب ها و مساوی آنان در راه پیشرفت تمدن متلاشی خواهد شد و به سبب در هم شکستن سپاه و لشکر و نیروی اتحاد آنان که از نتایج مغلوبیت است در امر دفاع از خود عاجز خواهند گردید و آن وقت در برابر هر متجاوز و نیروی مهاجمی به زبونی و شکست تن در خواهند داد و طعمه هر آزمندی خواهند بود، خواه اون ملت به آخرین مرحله کمال دولت و کشورداری رسیده باشد یا نه. چقدر درست گفته، چقدر صحیح گفته. تا زمانی که دولت ساسانیان به عنوان مثال عرض میکنم بر پای بود و قدرت مرکزی بر جای بود و شاهنشاهی محتشم بر کشور حکمران، و افسوس از این شاهنشاهی که از ایران بر افتاد، حیف شد، حیف. البته شاهنشاهی دیکتاتوری را عرض نمی کنم، رسم پادشاهی
این بر افتاد خیلی خیلی بد بوده به نظر من. شایسته ایران است که درباری شکوهمند داشته باشد. مخارج آن در واقع به سود آن نمیرسد که ما چنین دربار بشه پادشاه دموکرات که همه آداب و رسوم سرزمین بزرگ و قدیم رو اونجا حفظ کند و تکیگاه ملت باشد. بارها این رو گفتم، خیلی من افسوس میخورم. باری تا ساسانیان بر جای بودن این دشمنان بودن، اما قدرت مرکزی و سپاه و ارتش ایران اجازه نمیداد این وحشی ها بیان در این سرزمین. آخرین جنگ بزرگ که در روزگار ساسانیان شده است فرستادن بهرام چوبین بوده که از لایق‌ترین فرماندهان تاریخ است. بهرام چوبین که گفتن خاقان ترک با قریب 500 هزار نفر، قریب 500 هزار نفر اقراقه، ولی خیلی بودن تعدادشون، مرزهای شمال شرقی ایران نزدیک شدن و سپه سالار طلب میکردن، بهرام را آوردن و 12 هزار نفر سواران گزین از سپاه برگرفت و شکست سختی داد به دزدان مسعود. اما وقتی که به ضعف رسید این دولت در روزگار همین عمر، 5-6 هزار تا از مدینه آمدن، الله اکبر الله اکبر عرض کنم مثل داعشی ها ریختن سر ما. میگه نه دولت ملی مان، نه زبان ملی مان. رفته رفته البته حالا بعد احیا شد و بعد نه دین ملی تکه پاره شد به دست اینان، مثل آخوندان امروز چطور تقسیم بندی کردن. دروازه ها باز شد، هر کسی که آمد ایران را گرفت. شما نگاه کنید به تاریخ، نشد که دشمنی بیاید و پیروز نشد. از چنگیزخان مغول گرفته تا تیمور لنگ و اینها، تو ملت مملکت بی صاحب بود و ابن خلدون به درستی تحلیل کرده. خب و در این امر و خدا داناتر است، راز دیگری هم نهفته است و آن این است که آدمی به مقتضای خلافت خدایی که در زمین به دو ارزانی گردیده به طبیعت رئیس آفریده شده است. این در باب ما خیلی صادقه، ما هممون رئیس خلق شدیم. ایرانی رو عرض میکنم، کل هم اجمعین همه ما رئیسی. حب ریاست اون چنان در وجود ما مرکوز است که ابدا منافع ملت رو نمیبینیم، منافع خودمون رو هم نمیبینیم. به معنی که 5 تا 6 تا 10 تا 100 تا از ما گرد هم میان که یک کاری بکنیم برای این وطن، اون چراغی که روشن میشه پس گردن همه این است که کی من رئیس بشم. و اون کسی که مدعی تر است زودتر منشعب می شود. این ننگین هست که ما نتوانستیم یه حزب به وجود بیاوریم. میسر چنین چیزی؟ این کشور در آتش ستم و کفر، اگر به زبان خود اینا بخوام صحبت کنم، می سوزه. اما هیچ خبری نیست. آقا آدم تعجب میکنه چگونه میسر.
ماشاءالله این همه ایرانیان دانا همه مشغول جمع‌آوری پول هستن، طبقه نخست، بقیه هم دیگه گرفتار زندگی هستن و اهل عیال. این حب ریاست رو میگوید خدا در ذهنم، چون خدا انسان رو خلیفه کرد بر روی زمین، این حب ریاست میگوید در آدم ها هست. خب آن این است که آدمی به مقتضای خلافت خدایی که در زمین به دو ارزانی گردیده به طبیعت رئیس آفریده شده است، و هرگاه فرمان روایی از مقام ریاست خود سقوط کند و از رسیدن به هدف عزت و ارجمندی محروم گردد، چنان سستی و زبونی به وی راه می‌یابد که حتی از تلاش و کوشش برای رفع گرسنگی و تشنگی خویش هم امتناع خواهد ورزید و در آن سستی نشان خواهند داد. و این حالت در اخلاق انسان موجود است و نظیر آن را درباره حیوانات درنده هم نقل کردند، چون که گویند این حیوانات تا هنگامی که در اسارت آدمیان باشند به کار توالد و تناسل نمی پردازند و بنابراین قبایل و ملت هایی که به دینسان مملوک و بنده بیگانه شده باشند همواره راه اضمحلال را می پیمایند و جمعیت اونها رو به نقصان می رود تا سرانجام به کلی منقرض و نابود می شوند و بقا تنها مخصوص خداست. حالا یک چیزی که واسه خدمتتون عرض کنم، اون دو نظریه پرداز بزرگ تاریخ معاصر که من مرتب از اینها نام میبرم، یعنی شپینگلر و توینبی، اینا هم سخن ابن خلدون رو تکرار کردن که ملتی که مزمحل شد، اسیر از خود فروتر شد، دیگه ممکن نیست که دوباره تجدید مدنیت کنه. نمونش کارتاژ ها، سومر، بابل و دیگر مدنیت ها که از بین رفتن و هرگز سرور نکرد. اینجا یک استثناء هست و اون ایران زمین هست. در زمانی که غیرت زبانه می کشید از چشمان دلاوران سال 906 آدم هایی پیدا شدن در اردبیل و گفتن اینجا ایران زمین هست. اینا از خانواده قدیم ایران دوست بودن که کتاب مهم در دستگاهشون که دائم میخوندن شاهنامه فردوسی بوده، قرآن خون نبودن. قرآن خون نهایتا تروریست میشه برای انسانیت و عظمت و مجد و بزرگی و اینا، نه کار نمیکنه. کی غیر از ما میاندیشه بریم بمب بذاریم تو خونش یا تو بازارش، کاری که این وهابی ها میکنن. و صفویان بودن، اون گروه غیرتمندان صفویان بودن که خلاف گفته و پیشبینی همه مورخان بزرگ دوباره مدنیت ایرانی ساخته شد و حدود صورش معلوم شد و ما این رو مدیون صفویان هستیم. حالا داستان شیعه‌گری و اینا هم قصه دیگری است و راه ما رو این شیعه‌گری با اختراع این همه دروغ ها که درش هست از تنه اصلی و جریان اصلی اسلام جدا کرد. به همین دلیل هم هست که ما رو مجوس میگویند. الحمدلله رب العالمین که ما رو جز مسلمون به حساب نمیارن. اما زیانهای اسلام رو ما داریم میبینیم. محصول کارخانجات فیضیه و جاهای دیگر، بله زیانش رو داریم میبینیم. این اسلام عزیز
بایستی واگذار بشود به سینه های مردم و تردد ملا از منزلش باید باشد به مسجد، نه به وزارت امور خارجه و وزارت کار و فرماندهی کل قوا. و شما فکرشی بکنید ببینید به چه انحطاط و بدبختی ما افتادیم. و هیچ شرمی نیست این همه ضرر و زیان که به این مملکت زدن. هیچ عذرخواهی هم نمی کنم، طلبکارم هست. خب این هم از این داستان. بخشهایی دارد این ابن خلدون که حقیقتا قیامت میگوید فصل 26 در این که هرگاه قوم عرب بر کشورهای دست یابد به سرعت اون ممالک رو به ویرانی میروند، زیرا تازیان میگوید ملتی وحشی اند. ابن خلدون، من نقل قول دارم، یعنی کتاب دارم میکنم خدمت، سخن از من نیست. و عادات و موجبات وحشیگری چنان در میان آنان استوار است که همچون خوی و سرشت ایشان شده است، و این خوی برای ایشان لذت بخش است، زیرا در پرتو آن از قیود فرمانبری حکام و قوانین سرباز میزنند و نسبت به سیاست کشورداری نافرمانی میکنند، و پیداست که چنین خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارد. اینجور آدم ها رو ابن خلدون داره توضیح میده فقط از طریق دین و به نام اخوت و انما المسلمون اخوه میشه و دور هم جمع کرد، اما به نام حکومت و جمع آوری سپاه و امر و فرمان میسر نیست. اون پیداش نمیتونه بکنه تو بیابان. همه با همیم، با هم میخوریم زیر این تئوری هست که میشه جمع شده. خب و پیداست که چنین خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارد و در جهت مخالف آن است، چنون که کلیه هدفهای عادی آنان در زندگی کوچ کردن از این سوی بدان سوی به تاخت و تاز به قبایل دیگر است، در صورتی که چنین هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن می باشد که از مهمترین مبانی تمدن و عمران به شمار می رود. و نیز در مثل آنان از این رو به سنگ نیازمندند که از آن دیگدان بسازند و دیگ غذاپزی خود را روی آن بگذارند، و به همین سبب بناها را خراب می کنند و سنگهای آنان را به منظور مزبور به کار می برند. و نیاز ایشان به چوب نیز برای برپای ساختن سراپرده ها و خیمه هاست تا از آن میخ ها و ستون ها بسازند و در بپا داشتن چادر به کار برند. از این رو کاخ ها و امارات را بدین منظور ویران میسازند. پس سرشت و طبیعت ایشان منافی ساختمان ها و بناهاست که اساس شهرنشینی و عمران است. شما میدانید که در این دوره تمدن اسلامی هیچ قصری ساخته نشد مطلقا، مسجد بله، ولی قصرهای زیبا در مدنیت اسلام میسر نیست، به جهت اینکه دستور آمد که منازل رو کوچیک بسازید و سیرت رسول رو زیر پا نگذاریم و هیچ منزلی بزرگتر از اون مکعب خانه کعبه نمیتواند باشد. خب ببرید، تشریف ببرید هندوستان، پر قصرهای باشکوه هست، اروپا همچنین، اما در جهان اسلام یه گنبد دو تا مناره داریم، یه چند تا حجره برای طلبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب
بعد میگوید خب و نیاز ایشان به چوب که خوندم خدمتتون، از این رو کاخ ها و امارات را بدین منظور ویران میسازند، پس سرش و طبیعت ایشان منافی بناهاست که اساس شهرنشینی و عمران است. به طور کلی عادات و طرز رفتار عرب چنین است و گذشته از این خوی آنان غارتگری است که هرچه را در دست دیگران یابند میربایند و تاراج میکنند و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم میآید و در ربودن اموال دیگران به اندازه و حد معینی قائل نیستند، بلکه چشم ایشان به هر گونه ثروت یا کالا یا ابزار زندگی بیفتد اون را غارت میکنند و هرگاه از راه غلبه جویی بر کشوری دست یابند و فرمان روایی و قدرت آن آنان در اون سرزمین مسلم گردد، اون وقت سیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند و حقوق و اموال همگان پایمال دستبرد زورمندان می شود. مثل امروز، امروز اینا هست، اینا رو میگوید. ملاها خوی وحشیگری اونا رو دارن. بله. میباین و عمران و تمدن به ویرانی میگراید، مثل مملکت خودمون. همچنین اون گروه از این رو مایه تباهی عمران اجتماع میشوند که کار هنرمندان و پیشوران را هیچ میشمارد و برای آنان دستمزد و ارزشی قائل نیستند، در صورتی که چنان که در آینده یاد خواهیم کرد اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشوران تشکیل میدهد و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر بله اعمال و رنج های آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی گردد، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به نومیدی مبدل می شود و مردم از کار و هنر دست می کشند و از سکونت در شهر بیزاری می جویند. عبدالرحمن ابن خلدون رحمت الله علیه عجب خوب دیده و مورخان عرب امروز دشمن شماره یک ابن خلدون هستند، اما چون ابن خلدون صحیح میگوید و سخن او درست است، و سخن راست دشمنی نتوان کرد. بله خب حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. وقت ما هم تمام شد همیهنان گرامی. علتی که من این کتب رو میارم اینجا چند چیز است. یکی اون که شما هم در واقع در حق خودتان مرحمت بکنید، کتاب ها رو تهیه کنید و بخونید. ما نیازمند این هستیم که آگاهی به دست بیاوریم در باب این آقایان، در باب این آخوندها و سوابقشون در تاریخ و اعمال و رفتار بزرگانشون از ابتدا تا انتها. از امیر عزیز سپاسگزارم و از شما نازنینان که توجه فرمودید، وقت گذاشتید. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.